دولت فرانسه اخیرا لایحه‌ای ای را به بهانه پایان دادن به بنیادگرای اسلامی معرفی کرده است که بر اساس آن آموزش در مساجد ممنوع می شود به گزارش شیه به نقل از خبرگزاره های فرانسوی در این لایحه آمده است که مساجد به عنوان عبادتگاه ثبت می شوند تا به توان آنها را بهتر شناسایی کرد این لایحه همچنین اعزام کودکان از سه سالگی به مدرسه را اجباری می داند و این برای افراد از هر دین و مذهبی اجباری خواهد بود در نتیجه آموزش در منزل برای کودکان فقط در شرایط خاص مجاز است به گفته این خبرگزاری ها دولت از طریق این لایحه تلاش کرده است تحصیل کودکان در هر جایی غیر از مدرسه را غیر ممکن و غیر قانونی سازد تا کودکان تنها در فضای آموزش و پرورش دولتی حق تعلیم و تعلم داشته باشند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که این لایحه در ریشه یابی جدایی طلبان که ملت ما را تضعیف کنند مؤثر خواهد بود و از همان ابتدا به کودکان آموزش صحیح داده می شود فرانسه اخیرا دچار بحران هایی شده است که برای مثال می توان به کشتن یک معلم فرانسوی توسط یک دانش آموز چچنی به خاطر نشان دادن کاریکاتورهای موهن به پیامبر اسلام اشاره کرد آنطور که گفته می شود پدر این دانش آموز یکی از مفتی های اهل تسنن است حکم کشتن این معلم را او صادر کرده بوده حکومت فرانسه و برخی دیگر از حکومت ها توانستند به بهانه اقدامات خشونت آمیز سنی های تون رو همه مسلمانان را در این کشورها تحت فشار قرار داده و آنها را محدود نمایند